تشکیل شورای مجاهدین. شخص جناب رئیس دولت تیک مجاهدین افغانستان است. در این رابطه صحبت های مفصل داشت. پاسخ مجاهدین به نگرانی های پس از 2014 یا طرح آشوب دیگر. این چنین اقدام خطرناکی را میزنه در افغانستان که آغاز سنگ بنای بی‌ثباتی را در افغانستان خودشان میاره. رسوایی اخلاقی دامن رئیس سازمان سیا را گرفت. دیوید پترایس از سمتش کنار رفت. با فراخبر با من یماس یوغش خوش آمدید. مجلس نمایندگان افغانستان در واکنش به تشکیل شورای مجاهدین توسط اسماعیل خان وزیر انرژی و آب این حرکت را مایه نگرانی مردم خوانده است. اسماعیل خان وزیر انرژی و آب هفته گذشته تشکیل شورای مجاهدین را اعلام کرد و گفت که در این باره با رئیس جمهور نیز مشورت نموده است. شخص جناب رئیس دولت تیکت مجاهدین افغانستان است. در این رابطه صحبت های مفصل داشت. و ما در مرکز افغانستان فیلن نام نویسی و روی یک اجندا و مصودی یک تشکیل جهادی در سطح افغانستان فیلن ما کار میکنم. شماری از نمایندگان مجلس ایجاد شورای مجاهدین را در موجودیت نهادهای امنیتی مخالف قوانین کشور می دانند و این حرکت را آغاز جنگ های داخلی در کشور می خوانند. موازی با اردوی ملی هر کسی که برای خود جبهه می سازد این مسئله افغانستان نیست. راستی که نگرانی هست بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان می تانه که ما به دو شرایط یک آمادگی لازم خود داشته باشیم. از این لحظه برای تقویه اردوی افغانستان، پلیس افغانستان و امنیت افغانستان باید ما تلاش بکنیم. تعجبی است که یک عضو کابینه افغانستان خودش دست به این چنین اقدام خطرناکی را میزنه در افغانستان که آغاز سنگ بنای بی‌ثباتی را در افغانستان خودشان میاره. صلاحیتی که ما مجلس داریم و میتونیم یخن خود از دست مردم افغانستان خلاص بکنیم و فردا مسئولم نباشیم ایست که جنابشان را به استعزا دعوت بکنیم و تصمیم در موردشان بگیریم. اما وزیر انرژی و آب امروز در یک نشست خبری تشکیل شورای مجاهدین را در همکاری با دولت برای پاسخگویی به نگرانی های پس از سال 2014 خواند. در همین حال والی هرات میگوید هر کسی که خارج از چوکات های قانونی تلاش کند و یا هم دست به توزیع جنگ افزار بزند از طریق نهادهای کشفی و امنیتی شناسایی می شود و با برخورد قانونی روبرو خواهد شد. سفیر آمریکا نیز در کنار والی هرات تاکید می ورزد که توزیع جنگ افزار در افغانستان تنها از صلاحیت های حکومت افغانستان است. هر کسی دیگه که خارج از چوکات های قانونی تلاش و یا دست به توزیع اسلحه خریداری اسلحه و استفاده از اسلحه بزنه از طریق ارگان های کشفی و عدلی افغانستان مورد تایید قرار خواهد گرفت. همان گونه که والی تاکید ورزید می خواهم اضافه کنم که توزیع جنگ افزار در افغانستان تنها از صلاحیت های حکومت افغانستان است. در حالی والی هرات از برخورد قانونی با تلاش های خارج از چارچوب قانون سخن می گوید که پیشتر از این دولت افغانستان به تشکیل پلیس محلی و قیام های مردمی روی خوش نشان داده است. هدف از تشکیل شورای مجاهدین چیست و آیا این شورا آنچنان که آقای اسماعیل خان می گوید پاسخ به نگرانی های پس از 2014 است یا هیزم ریختن به آشوب و جنگ داخلی؟ قاضی نذیر احمد حنفی نماینده هرات در مجلس نمایندگان و یونس فکور تحلیلگر مسائل سیاسی در این بحث با ما هستند. مهمانان عزیز خوش آمدین. خوش باشین. آقای حنفی، تشکیل شورای مجاهدین برای چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول اشاره کردین که همه وکلا نه خیر مجلس نمایندگان، البته رئیس مجلس نمایندگان گفتند که این مایه نگرانی مردم هست. به این دلیل چون رئیس مجلس سخنگوی این مجلس هم است میشه گفت که مجلس نمایندگان. شک به این نیست که رئیس سخنگوی مجلس است. بلی. اما او در صورتی که تصویب شود رأی اکثریت بوده باشد. حالا گفتن مایه نگرانی مردم گفته آقای رئیس از رأس تا قاعده رد است. دو سی نفری که نسبت به قضیه گپ زدن آنانی هستند که از اوائل تا آخر با قضیه جهاد و مجاهدین مخالف بودن و هستند. نظریه ایشان نظریه فرد است و منحصر به فرد است. اگر بحث شود سر قضیه شکی به این نیست که اکثریت قاطع نسبت به قضیه
نه که مخالفان تایید میکنه. علتش ما در افغانستان شوراهای مختلف برای هر کس دارین، شورای اقوام، شورای احزاب، شوراهای مختلفی مردمی در افغانستان فعلا هست. نفس قضیه که مجاهدین جمع میشن و شورا تشکیل میکنن نه خلاف قانون اساسی است، نه عنانات است، بلکه تقدیر از یک کاربرد است که من امروز خوب بیادم است که یک جوان آمده بود و کار داشت، گفتم تو از کجاستی؟ گفت من در شهر که سابق به نام استالینگراد بود و هارا اونا والگاگراد میگم. چرا؟ گفت کل اسمایی که استالین و همو حزب کمونیست اولیه داشت در کل قلمرو و روسی مشترکین از بین رفت، جاده ها را جدید کردن. این خودش نوع نفرت که نسبت به قضیه بوده تقدیری از خدمات امت اسلامی است و مجاهدین است. اینجا جناب امیر بسم الله خان هم اشاره کرد سری که ما با حکومت مشوره کردیم و بعد از این برنامه را ریختیم. میخوایم سر پروسیجر شورا گپ بزنیم. شورای مجاهدین که اونجا جمع میشن، من این حیث یک تبعه کشور، نه تنها هر کس نسبت به قضیه 2000 که فعلا در سال شمسی 1391 است، 1393 میشه، ما بیشتر بیم که با عنانات خود گپ بزنیم تا 2014، چون این تاریخی است که خارجی ها از افغانستان میرن که میشن. انمی 2014 معادل است به قانون اساسی ما. امی قانون اساسی ما میگه که خود برنامه تاریخی کشور بر اساس انمی سال هجری شمسی است و در سال هجری شمسی خودش 1393 که ها میرن، همه طبعی مملکت ما تشویش دارن که قضیه چی خواهد شد، مردم چی میشوند. هر روز که شما میبینیم که از هر طرف نسبت به نظام و نسبت به این گفته هایی زده که مردم نهایت وحشت گرفته. اسماعیل خان بدزی که لااقل این قضیه را خواسته باشه روشن کنه، با مردم گپ زده که برادرها آمادگی خود داشته باشیم، ما آمده هستیم. و به هیچ عنوان اسماعیل خان به عنوان گروپ نظامی جنگ چهار تا گپ دارم. یک، سلاح قبل از اینکه طالبا بیاین، یگانه کسی که به افغانستان تشکیل بر اساس گروپای فرقی و قندی و لوا تشکیل داد ای بود. ما به عنوان یکی از قمندانای گروپی جادی که همین سلاحایی که ما داشتیم بر اساس همو سلاح او چیره میشد و تفنگ خود میداد. بعد از او هم هر خانه و تلاشی میشد که مجاهدین سلاح خود بیارند و بگذارند. باز طالب که آمد با کجا با ما سلام آمد؟ حالا آقای داودشاه سبا والی ایراد گفتن که افراد مسلحی که در هرات بازداشت شدن، گفتن که از سوی شورای مجاهدین اینا سلاح دریافت کردن. دقیقاً این شورای است که آقای اسماعیل خان اعلام کرد که این شورا را تشکیل دادن. با همراهی والی سیب که نهایتاً همکاری هم داشتین، از پشت تریبون اعلان میکنیم که مخالف درجه کش هستیم. چرا؟ علت اینمی والی دوسی که فلان برای به اموال مفسده از طریق ما همراه ایراد میرفتیم با جناب آقای لودی، سفر ما اتفاق افتاد. گفتوسی اختلاس از یادم ما رو فرستادیم به بلوی سارنوالی. در پهلویش چرا ما 24 اهود که یکی از روزهای تاریخی عزیز هرات ماست یادم شرکت نکرده، مخالفت میکنه؟ حتی در جایی که شهدا تقریبا چند صد نفر زنده به گور بیرون شدن، سالانه همونجا تقدیر میکنن مجاهدین و مردم میرن، یادم ممانعت کرد که شما جمع نشین. ای آدم بر ما قبلا شناخت، میگفتن که ای آدم ببرکی است و ما قبول نمیگدیم. حال میفهمیم که یک کینه توزی نسبت به قضیه داره. خب آله اگر از این بس اجازه بدین بس شما را جواب بدم. آقای والی هرات، آقای سبا، به هرات مشکل ایجاد نکن که پاسپورت امریکایی به کیسه ته است با سبا میره اونجا. ما هستیم که با مردم خود هستیم، ما هستیم که با مردم خود نشسته و برخیسته هستیم. کاغذایی که بیرون شده والی ایراد کینه توزی خود داره و این کاغذایی که من شخصا تلفن کردم پرسیدم که چی سال است، گفت نوشته کرده به یک نفری که برادر فلانی شما اگر لطف کنیم نسبت به همی آدم شما همکاری داشته باشیم در یک بخش ماموریت. شورای مجاهدین یک نفر مکتوب داده که شما در این راستا نوع سلاحی که از خانه ها بیرون شه هر کس که داشته باشه و علیه نظام خدای نخواسته خدشه داشته باشه، به هر کس که میخواه باشه عملش نیکویش است، عملش مردود است. مردم میخواهند که روی آرامش داشته باشه.
آقای فکور، شورا شما فکر میکنین که چه اهدافی در پشت این خواهد بود؟ شما موافق هستین با آنچه آقای انفی گفت که این مخالف قانون نیست؟ ما فکر میکنم که بر اساس قانون اساسی که امروز دولت ما تشکیل شده و مطابق با ازو قانون جزا، هر نوع شورا و گروهی که اهداف نظامی داشته باشه و بدون و خارج از چوکات دولت سلا تقسیم میکنه و ترس پخش میکنه در هر جایی که باشه و بدون مقامات مسئول امو منطقه، این جرم است و باید تعقیب شود. ما ولی سه نوع اظهارات را پیش روی خود دارم. یکی اظهار روز اول خود اسماعیل خان، دوم اظهارات مسئول امو منطقه که والی است، و اظهارات امروز اسماعیل خان و همچنان شما گفتین اظهارات. یک تشویش عمومی خلق شده، چون یک آدم نامدار و دو منطقه جنگ کرده، مجاهد بوده و امیر بوده، اظهارات چند پالویی از این خلق کرده که یک جهتش همیست که والی صاحب اظهار میکنه. ما از این سه اظهارات طور انتباه گرفتم که والی صاحب اسماعیل خان چون آدم سیاسی نیست، نتانسته اصطلاحات و ادبیات درست را انتخاب کنه، از گپهای شاید منظورش شورای سیاسی مجاهدین بوده، مثل که حال میگنده اظهاراتی هست. ولی این که پس از 2014 آمادگی میگیرین، اینجا نشان میده که باید تشکیل مسائل آمادگی گرفتن، این آمادگی که نمیشه تنها با یک شورا شد. اگر ما مشاور سیاسیش میبودم، اصطلاحات و ادبیات را که او استعمال کرده، چون یک آدم عسکری سیاسی نیست، نتانسته، از او انتباه گرفته شده که والی و امون منطقه انتباه گرفته که این سلاح والی که میگه که کسانی بازداشت شدن که این سلاح از نزدشان گرفته شده. بعد از او اظهارات از او من خودم انتباه را گرفتم، اما از اظهارات امروزیش من یک چیزی را درک کردم که این اساسیت مسئله را و اصطلاحاتی که ای با کار برده درک کرده، با مو خاطرم، چون ای آدم نیست که بیای جواب کسی را بده. شما خوب میدانین وقتی که کسیت ازی در انتخابات ولسی جرگه افشا شد که ای یک که از دوستای خود و اعضای امو کمیسیون در ایرات دستور میده که فلانکی را ناکام کنین، فلانکی را کامیاب، و وقتی که اتهامات وارد شد هیچ مسئولیتی را احساس نکرد که او جواب بده. وقتی که یک مسئول بزرگ دولتی که آقای لودین صاحب است اتهامات رسمی را وارد کرد بالای ازی و یک ماه در تلویزیون ها هیچ قطعا خود نخاراند، چون داخلی ها بود چرتش نزد. و وقتی که محکمه ابتدایی ایراد فیصله میکنه که این زمین ها زمین های زابولیس و این زمین ها کسایی که او را غصب کرده یا خریده، او گرفته شد و هیچ چیزی نگفت. اما چون اینجا مسئله اساس بود و این انتخاب درست ادبیات خودم نکده بود و این یک نامم در اون منطقه داره، در گروپ بازی، در دل جور کردن، در مانور کردن، ما به این باور دارم که این فهمید که انتباه از این گرفته شده که تو باز مجاهدین یعنی مسلح مجاهدین مسلح غرب یک جای میکنی، سلاح تقسیم میکنی. به این خاطر هم امو است که ما چی میگم، ای حادثه امروز که ای انترویو داد امی سه اظهارات یک چیزی را با مردم افغانستان و با ما روشن کرد، و ای که ببینین تا زمانی که نیروهای دوست خارجی وجود نداشته باشه که ما با پای خود استاد شویم، میتونه آدمای سرکش گروه های نظامی را بسازه، میتونه نظم دولت برهم بزنه. ما به این باور دارم که اگر اظهارات کنسول ایراد امریکایی، اظهارات کنسول مزار امریکا نمی بود و اظهار سفیر امریکا نمی بود که ما طرفدار ایجاد گروه های نظامی خلاف چوکات دولت، اسماعیل خان تو آدم زوراور است، حاضرم نمی شد که امروز گپای خود تصحیح میکرد. آقای نفی، این دوگانگی در حرفای اسماعیل خان به چه معنا است؟ اول شما را میگم، وقتی که جنگ شروع شد
باز میدان جنگ لحن جنگ داشته باشین. وقتی که مبارزه سنگر آمد باز او وقت بگیم که کی سرکش است و کی مطابق کار میکنه. مخاطبش تو نبودی. ما فعلا به اون گپت بزن. ما گپ خودم میزنم. ما گپ خودم میزنم. کلمه من حیث جهاد و مجاهد برای ما لباس است. بزن گپ. کلمه سرکش هم کلمه نامطلوب است. ما گپ خود زدیم. شما گپ خود زدین؟ تو گپ بزن. ما گپ خود میزنیم. متوجه امی جملات اصطلاحات گپایت باش. آقای عنافی اگر با بس بپردازیم. ما مردم افغانستان گپ میزنیم. شما را میگیم که متوجه امی گپ کلمه همون نباشیم علی سرکش اگر چون وقت فرصت کوتاه است. بله خوب است. سنتیشش معلوم است. آقای عنافی بپردازیم متوجه کلمات خود باشیم. بسیار هستم آقا. به ارتباط مسئله ای که شما اشاره کردین اسماعیل خان بگو که گپای خود است. اسماعیل خان نرست نرواریم میدان استاد میشه و نرواریم کار میکنه. آفرین بمن ریش. از امان الله خان کی گریخت امریکایی ها او را نگاه کرد؟ خب هر کس گریخت. امین الله خان را بگذار. از طالبا وقتی که به ایراد آمد کی گریخت؟ او نر بود؟ افغانستان امان الله خان که طالب را میگیرین امو یک طالب بود. زنای امریکایی او را نگاه نمیکرد که در ایراتی گفت که امریکایی ها زنای خود بایسی از کر روان کرد سیاه پشتاره. امی زنای امریکایی او را از امان الله خان نگاه نکرد در کابل جناب عزیز نشد. جناب عزیز امریکا پشت سر تنها نبود، انگلیس بود، پاکستان بود، کل بلوک شرق بود. اسماعیل خان نگاه کرد. افغان همون نره خان... نگاه کرد که تو رو نر میگی. انمون نر است که حالت خودت میگی که جرأت گپ رو نداره ارزش نمیده. خودت چی... طرف میکنی به نریش. میگی که میره مرد است. یعنی می خودت میگی که میره نر است که از اجازه بدن آقای فکو. خودت ما نگفتی؟ از نر می بود از آمریکایی نمیترسه. آقای عنفی به پاسخ اگر آمریکایی نمیترسه. وقتی که سفیر آمریکا و کنسولش گفت بازی حاضر شد دمت واسه. اگه شب چتیات گفته باشه. بحث اسماعیل خان که معمول روز اول که یک مطلب شد با تلویزیون کابل نیوز گفتیم که برادر امی آدم حاضره گپش ای تو معنی میده که ما میگم یکی هم تفسیر که تو میکنی گپ دو طرفه تفسیر نکن از خودش بخواییم که هدف از این شورا چیست و خوب است. حالا گفتن به نگرانی های پس از 2014 فکر میکنین که با دست خالی این نگرانی های پس از 2014 پاسخ داده میشه؟ اجازه بدین کلمه ما در هر بخش دو تا کار داریم، یکی نیروی انسانی بله، یکی امکانات نظامی. داشتن گروپ امکانات نظامی و داشتن گروپ تسلیحاتی خلاف قانون اساسی است و اسماعیل خان ابدا نسبت به قضیه نی همکاری داره و نی هم گپ داره. صریح با رئیس جمهور مشوره کرده و بر اساس اون مطلب باشو و سمت شمال رفته و کار خود کرده. جناب امیر سیب اسماعیل خان که در راستای قضیه مثل دوگانگی را شما اشاره میکنین، هدف اصلی همی بوده که شما من حیث تجربه داران نظامی که روز زدین، زمانی که توانستیم مردم های دیگر بزنیم، شما آمدگی خود داشته باشیم، هر وقت که حکومت خواسته باشه شما در نظام، مثل که در سال گذشته، در سال گذشته دیگر وزارت دفاع، وزارت داخله جمعی از مجاهدین را دوباره آورد داخل تشکیل گذاشت و جابجا کرد. کلمه دست سلاح و داشتن سلاح 10 سال قریب چند سال طالب به منطقه بود، کل امکانات نظامی که اینجا بود حتی از خاک کشیدند و بردند و رفت. گفته جناب اسماعیل خان هدفش ایست که امی آدم خواسته باشه سریع که از نیروی خام، از وجود انسان ها، شما من حیث وجود انسان ها اینجا حاضر باشین و در این حال اگر امکانات دولت خواسته باشه که ضرورت شما بیاین در پهلوی نظام. یعنی اگر صلاح توزیع شوه این خلاف قانون هست اینا میپذیره اسماعیل خان؟ بله اسماعیل خان هم میپذیره و اسماعیل خان صلاح نداره. از کجا صلاح است؟ از کجا ولی هرات از کجا میگه؟ ولی در داخل و جناب ولی هرات با او تشویش درست که میگه ما با صف اسماعیل خان مقابله میکنیم، ما هیچ گپ از او قبول نداریم. چی جالی است ولی اینا والی هرات هستن، اینا صاحب صلاحیت و مسئول این ولایت هستن. والی هرات نمی خود مفسده ایجاد میکنه.
این شروع کرده کل مجاهدین رو شکست داد، گفته که شما بودیم که شکست دادیم، شما بودیم که شکست دادیم. از اوایل 24 اوهود نی از 7 ثور تا امروز کل مجاهدین رو کوبیده، کل شهدا رو کوبیده، کل مساله رو جنایت خوانده. این کل دوران جهاد اگر جنایت است و کل دوران یعنی میگن که اسماعیل خان مخالف توزیع سلاح است و این که مبارزه مسلحانه حتما. بله آقای فکور، اینطور است واقعیت امر که مخالف توزیع سلاح است؟ در تفاهم خود گفتن که مسئله بعدی ترجمه میکنه. ما خود سیاست کته گپا کار داریم. امروز وقتی که شش تو گفت که ما نمیسازم و طرفدارش مولوی صاحب میگه که ما سلاح تقسیم نمیکنیم، اما ما در تطبیق قانون، در جلوگیری از گروه های ضد قانونی مسلح که هر کس تشکیل میده، والی ایرات سپورت میکنیم، باعث یک والی کامیاب و موفق و روشنفکر او را ترقی میکنیم و مردم ایرات هم از او خوش است. یگانه شکستش مداخله جانبدارانه و غیر قانونی اسماعیل خان است از این طرف که او را به کار نمیمانه. دوم، گپ مجاهدین آمد. آله ما و شما خو یک گپ میزنیم که ما را یک جای ساخته همی قانون اساسی و افغانستان یک جای ساده. در قانون اساسی در مقدمش از جهاد و مقاومت افغانستان توصیف شده. دیگه در هیچ جای قانون اساسی کدام تنظیم و شخص و نهاد به نام مجاهدین وجود نداره که یک جای شون. و همچنان در قانون آزاد هر خود اسماعیل خان عضو جمعیت اسلامی است. جمعیت اسلامی به نام جمعیت مجاهدین افغانستان نیست، نام رسمیش امی است. بنان این جناب که شورای مجاهدین جور میکنه، مجاهدین خوب معنای بسیار وسیع را داره. مجاهدین او کسایی را میگه که حکمتیار واره که آل ششتکت پاکستان، مجاهدین او کسایی را میگه که آیسای پاکستان واره سلا دادن، علی داود خان جنگیدن، باز علی خلقی جنگیدن و باز علی روسیه جنگیدن و باز کابل به خون و خاک تبدیل کردن، مردمش را کشتن، مردم ناموس مردم افشار را کشتن. این معنای بسیار مختلفی داره که این جناب از مجاهدین کی را میگه و یه بنان اگر از مجاهدین تو کابل را کچر کدین، وطن را برباد کدین، فابریکه سمیت، فابریکه جنگل را کچر کدین، سیلو را چر کدین و سیمای زیر تعمیر و دیوالا را چور چپاول کدین، تانکای را بردین و سلای مردم افغانستان را بردین فروختین، اگر او تو او را مجاهدین میگی او خود قانونی اساسی نیست. آقای نفی، این که آقای فکور گفتن کلمی وسیع است مجاهدین، حالا منظور کی هست؟ این مجاهدین برای آقای اسماعیل خان میگن افتخار مجاهدین است که بلوک شرق را متلاشی کرد، افتخار مجاهدین است که ممالک زیر سلطه روسیه را آزاد کرد. کابل که چرکد کابل که چرکد در نوبت گپ نزدیم، در نوبت گپ نزن. آقای فکر اجازه بده. در نوبت گپ نزدیم، در نوبت این گپ نزن. نه نزنم. این گپت سیز. همه گپ هایم سیز. این خوش محمد. بفرمایید آقای. دموکراسی امیره میگه. به افتخار مجاهدین است که کل بیرق های لیلین و برجای لیلین و کارهای لیلین در کل دنیا توسط خود مردم منطقه و ایران شد. این سوال اجازه بده جوان گپ میزنی. 50 میلیون دلار خوب به یادم است که من یک سال دیدم که در هنگری همین مردم جمع شدن، بوتی که از خود رئیس جمهوری لیلین بود، این به زمین می انداختن، گفتن ما برای مصرف از 50 میلیون دلار مصرف کردیم. این گذشته مجاهدین بود. اجازه ولی چه شده مجاهدین را که در این 11 سال کاری از کار پیش نبردن؟ حالا قرار است شورای تشکیل بدن. اجازه بدین. اگر دیل شما این باشه که ما رو بگذاریم، همی اسماعیل خان بود که همی هرات شما امروز یک از شهرهای جهان با عنوان شهر زیبنده و پاکیزه نامیده میشه، کاریست که اسماعیل خان کرد. هزار شهر در افغانستان یک شهر آمد و او هم پاکیزگیش اینمی جناب ولی اینمی جناب ولی اسماعیل خان بود که در اونجا بود. کی ما را گذاشتن؟ کی ما را گذاشتن؟ قرب از یک طرف شهر و یک طرف در سال 64 نه در سال 72 سیلی کلاس منشی پیمان ناتو در بروکسل تشکیل جلسه داد و گفت خط سبز آمد و خط سرخ خورد. سال 72 علیه ما اول از تاریخ پاکستان مثل که امروز انتحار میکنن جنگ را شروع کرد که همون پیشتر ایشان اشاره کردن که امروز در ایران است و در کجاست.
بعد از اون قضیه خود ایشان آمدن عملیات درست و منسجم انجام دادن که به هدف رسیدن. غرب و دنیا برای از این نبود که مسلمان ها پیروزیان، غرب برای و غرب دنیا برای بود که روسیه زده شد. بعضی که روسیه زده شد ما را نگذاشتن، اگر میگذاشتن ما هم مثل والی بلخ فیلی هم شر می ساختیم، هم اداره و هم مدیریت و هم خدمت، مثل که برادر ما در جلال آباد ساخته و خدمت کرده و شرط کرده و خدمت کرده، مثل که به هرات جناب امیر بسم الله خان شهر ساخت و اداره ساخت و تشکیل ساخت و همه چیز ساخت. اگر ما را بگذارن و با ما لاقل گزاره حیات داشته باشن میشه. ای که هر نم شروع میکنن بر ما نام به عنوان تفنگ سالار 18000 بکش، با یک تا قانون دیگه با 16000 بکش، با بیا یک دگه بکش. از وقتی که امین نظام شده غیر از مجاهدین که کشته میشه، به خانه خوشش دست کشته میشه، به راهش دست کشته میشه، به مسجد میره کشته میشه. کدو فرد هفت سوری را کشتن؟ یک نفر در یک جایی که عمل میشه. هیچ عجب است، دنیا ضد جهاد است و از حلقوم همه مردم علیه جهاد گپ زده میشه. ورن تاریخ ارزنده جهاد مشخص است. آنچه در داخل کابل انجام گرفت در وقتی که در یک خانه یک کس از حرف بس است، ده نفر که ما کار کردیم هزار نفر کار دیگر انجام دادند. آقای فکور، والی هرات گفتن از برخورد قانونی آنچه که تلاش های خارج از چارچوب قانون اساسی افغانستان خواندن، بیشتر از این هم حکومت خیلی جدی عمل نکرده. فکر میکنین پس از این برخورد قانونی که حالا والی هرات میگن چون این کار در ما فکر میکنم در این مسئله، چون مسئله خیلی جدی و مهم است، حکومت و والی و منطقه که نماینده رئیس جمهور است و از دل خود از شکم خود این موضوع گیری را نگرفته و همچنان سفیر امریکا وقتی که عکس العمل را نشان میده و هم از کدام اوایی گپ نگرفته، بناهن چرت اسماعیل خان که از طرف امریکایی از زور امان الله خان نگاهداری شد و با کاول لاورده شد و باعث وزیر نگاه شد توسط همو امریکایی‌ها، اسماعیل خان میخواست از نظام و از چوکاتش برایه، او را مهار ساختن و این خوب شد انترویو امروزش گپای غیر سیاسی شکل زده بود تصحیح ساخت. با سپاس از یونس فکور تحلیلگر مسائل سیاسی و قاضی نذیر احمد حنفی عضو مجلس نمایندگان، سپاسگزارم. و نتوانست و توانست بر سر پای خود استاد شد. ما با گفتار جناب والی عملا مخالفین، والی در گذشته اگر با مجاهدین یک نیروی نیک می داشت یک گپ نم قبول. سپاسگزارم. ما از والی هرات هم دعوت کرده بودیم تا از طریق خط تلفن به این برنامه بپیوندن اما ایشان حاضر نشدند. کاش کی می بود که برش می گفتیم چه کردی. سپاسگزارم. و رئیس سازمان اطلاعات آمریکا سیا به دلیل داشتن رابطه غیر اخلاقی با بیوگرافی نویسش خیانت به همسرش را و از خیانت به همسرش از سمتش کنارگیری کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دیوید پترایس 60 ساله در استعفانامه خود گفته بعد از 37 سال زندگی مشترک من در قضاوت‌های خود بسیار ضعیف عمل کردم و با فرد دیگری رابطه برقرار کردم، چون این رفتاری کاملا غیر قابل قبول است، چه به عنوان همسر و چه به عنوان رئیس سازمانی همچون سیا. رئیس جمهوری استعفای من را اثر لطف پذیرفت. پترایس در سال 2011 میلادی ریاست سازمان اطلاعات آمریکا را بر عهده گرفت و پیش از آن فرماندهی نیروهای آمریکایی را در عراق و افغانستان عهده‌دار بود. استعفای پترایس 3 روز پس از پیروزی مجدد باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صورت می‌گیرد. پنتاگون مایکل مورال را جانشین موقت و رئیس سازمان سیا معرفی کرده است. پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کرده که بر اساس تحقیقات انجام شده، پترایس با پاولا برادل نویسنده بیوگرافیش و یکی از افسران ارتش آمریکا رابطه غیر اخلاقی داشته است. این موضوع را دو تن از مقام‌های ارشد FBI مورد تایید قرار دادند. این تحقیقات در پی کنترل و بازرسی ایمیل‌های رئیس سازمان سیا صورت گرفته است. استعفای پترایس آسیب بزرگی به سازمان سیا و دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا وارد کرده است و همچنان این کنارگیری چالش جدید اوباما 3 روز پس از پیروزی مجددش خوانده می‌شود. سپاسگزارم از همراهی شما تا حالا. خدا نگهدارتان.